ای که دوغت درد میکند کاری بکن، سیستوقی آمده یاری بکن. سلام اچه دو بیتیم خوب بود دالا اچه اینو جدیدن این میکروفون جدیدم صدا اکو میکنه. یک دو سه سیست دو 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 واقعا سخت اچه بعضی ناخون صدام سبیه ایناس میدید نونو خوشگی نونو خوشگی امه میدیم امه میفروشه بادا 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 عراجش کرد. اولا یه اتشمنت صد براتون آوردم که با سه شات میندازه. خود دمیجش فکر کنم 65 ایناس خداست دمیج یک. دو من گردونه سد اومده واقعا بچه ها ببین به سلیقه من بود گردونه دوست داشتم. اینو فکر کنم یه اونایی که بچه ها انیمه بازن ببین بگم من این ماسکه رو تو کدوم انیمه دیدم؟ ناروتو بوده داداش، فاکس گادس فکر کنم میشه. آها این یعنی بچه ها این یعنی این فاکس گادس میشه چی؟ این شبیه بچه ها این ناین تیل بود توی چیز این فاکس این چیه رو این روباهی که بود نشون داد این شبیه بچه ناین تیل توی ناروتو بود فکر کنم ناین تیل بود دیگه توی ناروتو. آره بچه ها نمیدونم انیمه بازو اعلام حضور کنن سریع. این شبیه اون بود و این ماسک هم حس میکنم من تو ناروتو دیدم نمیدونم حس میکنم رو صورت ساسکه من اینو دیدم. ساسکه تو اینو کجا زده بودی یزید؟ خود بیاد خود بچه خیلی با این حال میکنم یک دو یک واقعا از تو میخوام بچه فقط تو این حرف بزنم یزیدتونو لایک و بکوب سابسکرایب و بزن همسایه الان میزن واقعا بچه میخوام همسایه بریزن داشت و میدود با سیستوق یکی کنن به خاطر اینه که ویدیو رو لایک نمیکنی به خاطر اینه که اون سابسکرایب رو نمیزنی اینا کو بچه این رو با این چیزه به خاطر اینه که سابسکرایب رو نمیزنی زنگولش رو نمیزنی میخوای همسایه ها بریزن اما امید رو امید که دارش رو میدوست به دوغ تبدیل کنن همینو میخوای؟ نه برو لایک رو بزن برو برو یه آها آها این ویدیو رو بچه ها میخوام اولا بزنم سطح این ویدیو دو تا گیم پلی کلاچ حق براتون گذاشتم. آلکاتراز اومده موقع نگاه کردن گیم پلی دوم من. آره دوم اولی مطمئن نیستم ولی دومی مطمئنم فشارا سر 10000 خب هنسفری استفاده کن. اولی هم کار از محکم کاری اب نمی کنه استفاده کن اسکین بچو خیلی می نوازم واقعا می نوازد می نوازیم اسکین سطحه اسکین رو دوست دارم چرا چون فکر کنم اینو تو نارتو دیدم بعد آها چی خواستم بدونم بادم خودش این داشو میده ولی داشو میده مرد آخه من خودم به اونا باد نمیزنم درست کولر مون اکتیویژن داره با داشو میده رابطه برقرار میکنه میگه میدونست من کولر ندارم اینجا بدبختی دارم میکشم چی خواستم بهتون میگم داداش داشو میده یاد میره انقدر. آها چند تا گیم پلی داریم اولا که یکیش که فشار بالاست یکیش که کلاچ تو همش کلاچ همش کلاچ گیم پلی خب یه گیم پلی گذاشتن بچه ها اسکوات از دم جک 12 کشیدن نه که مثلا بگی جک 12 رو زمین ها از کشیدن ایدراپی فشاری شدن با اونا نشستم اونا رو زدن دیگه خود گیم پلی رو داشته باش. در مورد بچه ها اسکین بهتون بگم اسکین رو من خیلی دوست دارم خدا نه اسکین گانو KN 44 بچه یه اتشمنت داره خب روی هیچ گان دیگه ای وجود نداره فقط روی فکر کنم روی دو تا گان دیگه وجود داشته باشه فکر کنم مطمئن نیستم اونم شاید اسمشون فرق کنه. اتشمنت بتل اتشمنت مولتی گفتم همیشه اول ویدیو بهتون سعی میکنم برسون این مال مولتی نبود نه دومی بچه اون مولتی نبود دومی مال بتل بود فکر کنم مولتی اشتباهی گذاشتم آره مولتی اشتباهی گذاشتم مولتی نبود اونم مال بتل بود. یه اتشمنت خاص بچه ها KN داره خداست یعنی که اینو میکنه لیزر یه چیزی بهتون میگم یه چیزی میسنید آقا سان لایکو بکوب لایکو بکوب بریم سر سقف آلکو آلکاتراز بچه ها نمیدونم چرا انقدر فشار رو بالاست یزیدتون رو درکتون نمی کنم واقعا میگم من الان فکر کنم تازه ششان باز شده یا این دست اوله یا دومه فکر کنم آها آره من خدای دروغ نمیگم دست اول رو بچه ها به خدا میگم با اسکواد رفتن تو بازی خب اصلا بازی به نچسبی با اسکواد یعنی اصلا قلبم گره گفتم چی کار دارم با خدا میکنم به خدا بچه آخر بازی لفت دادم همینجوری الکی دیدن نمیشه گفتم بریم سول اسکواد خودمون اومدن سول اسکواد چشام باز شد اینجا اونا خب میبینید دیگه قشنگ نگاه مووینا زیاد نمیزنن کم کم دارم روون میشن وسطای بازی دیگه را میافتن میزنم انمیا دو قدرشون میزنن دیگه. آره بچه به این جلو تبیم چه خبر روی سقف آلکاتریز ببینیم آلکاتریز چه خبر خبر که چه عرض کنم خبر که فشار در خبره. اینجا بچه ها کنین چند تا مووین واقعا دوغ دار لایک و بکن
این موومنت رو دیدی، واقعا اون موومنت دوق داشت. اصلا من اینجوری داشتم خودم دیدم داشت از کاراکتر دوق میریخت بیرون اینجوری. اصلا خودم دیدم انمی داشت میگفت وای وای صد صد صد، اونی که انمی اینجوری داشت نگاه میکرد میگفت صد صد، بعد من فرار کردم رفتم و اینا نیومدن. ببین چون هی داشتن میگفتن صد، داشت نگاه میکردن داشتن فرار میکردن بودن صد صد، من گفتم خدا حافظ صد. واقعا صد بود موومنت، واقعا را در رو خیلی زی... خیلی زیبا پیچیدم به بازی. بچه پیچش به بازی رو یاد بگیرید. میدیم پیچش اصلش اینه، نایفو بگیر و مووین بزن بود. واقعا خلاصه تر این اینه بچه ها. اینو میدونم اینو این فنکار، اینو یک دومی مال مولتی، اولی مال بتله. این فنکار فینیک فنکار چرا بهتون دادم بچه ها؟ فنکار برای این بهتون دادم چون فشاری رو امروز دیدم خیلی داریم توی آلپاترس، نیازتون میشه مثلا اینو تو اتچمنتاتون بذارین توی بتل که دیدین فشار خیلی رفت بالا بکشین. واقعا چون من دیدم انمی فشاری اسکواد مثلا جک تو بکش زیاد داریم، اینا جدیدن پلیرها خیلی فشاره، حواستون باشه یه اتچمنتی مثل این داشته باشین که انمی ها رو کبود کنین. بریم بریم بنوازیم. وای 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 این گیم است. این دو تا گیمو خیلی قشنگ کلاچ کردم واقعا. اصلا هر چقدر بگم دوکس این آخری میزنی هاردر اینجا میشکنم، هیت بستش هم نمی کنم یادم بیاد. این اتچمنت رو بگی برای بتل، اینم اتچمنت خوبی جلوی پلیرهای فشاری، اینم برای مولتی چمرتون گذاشتم. امروز بچا داشون راز آلوده، رمز آلود اومده تو باب ویدیو، حتی میتونم با متر براتون سخنوری کنم. میقوله میبینی اصلا فشار داره شروع میشه، مثلا نمیدونم این چرا بگم مثلا من ریدم تو سبک بوزی. آخه چرا داداشم منطقی نیست؟ شاید منطقیه، شاید واقعا به نظر شما چی بچه منطقیه؟ واقعا تو کامنت ها من میگی منطقیه یا نه؟ من باید بدونم الان اینجا منطقی بود این نفر رو بزنی بعد بگی من چیز سبک بازی مثلا چرا؟ مگه من چیکار کردم؟ یزید یزید. بریم بچه از یک تا ده به اسکین چند میدیم؟ اول اعلام نتیجه کنیم من یک تا ده به اسکین چند میشه اینجا بچه. این آلکاتریز اینجا یه کاری کردن خب نمیشه روش پرید دیگه، سر همین انیمیشن نشون میده، یعنی که اونجا میخوابی بالا خب دستشو میگیره میره بالا تا تو بری بالا انیمی زدت خب خطتو میگیره، سر همین از این ور برو بالا که انیمی نتونه به تیر بزنه. همین کاری که من الان کردم، اگه متوجه نشدی بزن عقب نگاه کن از این ور بالا بالا. اینجا ما خود نشستم انیمی اومد بای بای. واقعا بای 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 نخوشکی نخوشکی بودا بودا اراجش کردم من میگولیم بودا. واقعا سطح بعد از این همین میکروفون جدیدترین میکروفون دنیا واقعا 10 میلیارد تومان هزینه شده برای میکروفون. بریم اون ببینم این میکروفون رو میفروشم مزایده میذارم 1000 میلیارد بشه داریم 1 تریلیون نه 1000 تریلیون میگولیم همینه که از فشار بخورم. اونایی که نمیتونن بخرن میکروفونمو فشار بخورن، همینه که نمیفروشم اصلا خدا مگه اصلا خدا مگه میشه اجناس خدا رو فروخت؟ نه بریم. این اتچمنت بچا اینو بهتون اسمش چیه؟ این سی بی آر 4 بچا هنوز تو این سیزن سخته، مثلا هنوز نرفش کردم ولی واقعا هنوز سخته. اینجا گفتم برم ایدراپ گانمو بکشم، دیدم با کل نقشه دارم میان طرف ایدراپ، یعنی فقط من نبودم آخه یکی دارم اپوش میزدم، سری لیزر رو گرفتیم به نمازم با واقعا داداشم تاها به دوخ کرد. این تاها رو فکر کنم میشناسم، این تاها دا... یا من تاها یا تاها زیاد تو بازی داریم اینو بهم بگین شما تاها بچا زیاد میبینین، چون من حس میکنم تاها خیلی زیاد است تو بازی. یا یه راه دیگه یه چیز دیگه امکانش هست، یا اینکه من این تاها رو میشناسم، شما ببینید نمیدونم. خب بریم جلوتر بریم جلوتر. سیم میکروفون میخواد با داشون دعوا کنه راست ببین وایس سر جا دور دوربینه پارت نمیکنم، حالا این یه بار به چانس میدم برون. و داشتم میگفتم بچا نگو اینجا این بازی با مغزه بازی بود، دروغ بهتون نمیگم این بازی مثلا راش خرکی فکر کنم نداشت، نمیدونم شایدم راش خرکی داشت. اینجا رفتم ده واقعا آبهای آلکاترس هم کوسه داره هم تمساح داره هم گرگ داره دوش. این اتشمن بچه اتشمن خاصه است فکر کنم، آره بزنم آره فکر کنم همون بود. من بدبخ اشتباهی اتشمنتم رو این نشیده بودم مازلم و بچه ها من اینه این اسکولا گرفتم چی گذاشته بودم چی اسمش اینه اسکولا گرفته بودم مازلم و چی اسمش مونالیتیک گذاشته بودم. خب اسکولی مگه مازله تو درست بذار، اون مازله بچه ها گونو میکنه خدا. بعد گستاش هم میشدم کرکتر میخوابی داشتم
داشتم زمین و گاز میگرفتم. گفتم او او پاشو با نوم سگ سر صبح شد باز نمیشه پاشو. واقعا داشتم گریه میکردم اونجا که خوابی سر زمین. این گستاش فشارم بود. چون دو سه تا گستاش شدم یعنی داشتم فشارم. واقعا گانگان سطحیه. کلیفکتش بچه خداست. جدیدن اکتیویژن کلیفکت هایی داره میزنه که باب میل داشو میدن. چینی، جپنی، انیمه ای واقعا بنام. اکتیویژن هم کریبون میگم بنازم. ولی اکتیویژن با چند تا کار کنه. یکی این ریفیته رو، یکی این یارو چی اسمه اینه کی اسمه این یارو چیزه چیه ریفیته رو این یارو کنتیکو اینا رو باید برداره. بابا پلیرها نمیمیرن، دو خشاب هر پلیر میخوره. حالا میخوره هیچی؟ وای یارو پلیره که ناک میشه، یه شیلد دیگه هم داره، اون قشنگ دو خشاب باید بذاری یه نمی بیفته اونجا. وای عزیزه تو اکتیویژن بابا درست نوازنده ای، ولی این درست کن به قرآن ها فشان کنم. اینجا بچه ها کنید اگه اون اتشمنت رو مینداختم لیزر میکردم انمی ها رو. بایی اتشمنت هم خوب قرآن ها کن واقعا بایی نمی نوازه، بایی نم اتشمنت نابیه، ولی با اون اتشمنتی که میگم سه شا چار شاته با اون یه چیز دیگه است. اونی که گفتم تست کنید بچه ها بزنید اینجا نگاه بندازم ببینم چه خبره. خب نکنید بچه اینجا بهتون میگم نکنید گفتم بذار با مغز بازی وایس هم روی سقف کلا بچه‌ها اصلا اینجا ایده این بود ببینم روی سقف میشه وایس ها بازی رو جمع کرد با این گام میرم شدنیه چه جوریه چون خیلی وقت این کار نکرده خواستم ببینم یه چالش باشه برام تقریبا یه چالش طوری بود خودم ببینم روی سقف میشه موند و بازی رو جمع کرد مثل قدیم میشه یا نمیشه اینجا نکن بچه ها واقعا حیف که اون اتشمنت رو ندارم واقعا حیف یعنی اگه اون اتشمنت رو داشتم میخوردم نمیام براتون بچه اینجا بذار ببینم فکر کنم بازی بعدیش اون آتش منتر رو بچه‌ها برداشتن آره فکر کنم لیزر کنم اینو خود نگاه کن تو قرآن اون آتش منتر ندارم فشارم سر 10000 واقعا ولی با این حال خوب دارم میذارم بنازم داشو اینجا بچه‌ها این همیشه حواستون باشه میان روی این سقف خوب انمیا میان از این پشت ناخن بذار تشون بدم بذار ببینم چرخ از این پشت ناخن این راپل میان برا میزنه همیشه باید یه چشتون به اینجا باشه ناخوی من حالا وایسادم اینجا دارم نگاه میکنم ببینم چه خبره ببینم پلیرها دارن چیکار میکنن این یه ایردراپ دومه هم نیست بریم یه شات بام بکشیم میفتیم وسطشون حالا آخر بازی بشه ببین چه کلاچ میشه واقعا این چه قمر درقه میشه این دمیج گام خدایی خوبه ببین من کلا دو تا پلیت شکستم یه پلیت کلا یه پلیتو نصفی چون یارو پلیتای چی اسمش پلیتا خدایا پلیتای ریفیتر کلا یه دونه حساب میشه بچه خب اینو میگفت چشم اینجا باشه خب قشنگ نگاه کن تا بالا کبودش کردم به نازم نه بالا داشم نه بالا اینی که هم میگیریم روش سخته بچه بدون آپتیک واقعا از دور زدن سخته این فاصله رو بدون آپتیک زدن خب مخصوصا اگه انمی موومنت داشته باشه من اینا رو میبینم بدون آپتیک کار من ولم کنی بچه روش شات کنم آپتیک میذارم ها اینجوری میگن چرا چون خیلی دقیق میشین با آپتیک حالا چرا نمیذارم اینجا چون که بچه اینو حواستون باشه من خب اگه این آپتیک نمیذارم دلش اینه که میخوام شما آیرون سایت گان رو ببینید چون بعضی میام مثلا میخوام گان رو برم بخرم ببینم مثلا چه جوری من ویدیو من ببینن نگاه کنم ببینن گان چه جوریه نشونش خوبه چون بیشتر موقع گان رو زمین بعدم برمیدارم ببینن گان ردیفی هست یا نه مثلا برای اینه با این بازی میکنم وگرنه من همیشه بچه آپتیک میذارم اگه بخوام مثلا چی میدونم بخوام یه مثلا مسابقه جای برم سر همه گانام چه مولتی چه بتل همیشه آپتیک میذارم آپتیک خیلی خداست یعنی اصلا از نشونه های پیتووینم بهتره اینجوری تو میگم خیلی هم ایم اسیستش به همیشه خیلی عالیه اینجا پیدام اینجا چرا چون من شاتگان اتشمنت بر نداشتم اینا شاتگانشون بچه اتشمنت ناخوین اومدم این بالا اینجا بچه ناخو اینجا خیلی مهمه برای این میگم همیشه موومنت بزنه ناخو اینجا نگاه من یه موومنت میزنم با این کیش کی دور بر نیست ولی موومنت هم میذارم یهو این نفر پشت سگ کم در میاد واقعا پشمام ریخ ولی واقعا زیب نگاه کن جک تورویر دیدی اون کی داره منو با کل میزنه جک تور بود اینجا یه شات واقعا قشنگ بازی کرده نیت کرد واقعا دوغ داشت ولی این گتی که چمنه مگه میذاش من اینو وان شات کن اصلا هر بار میخواستم برم وان شات نگاه تا دیدم میزنمش هر سوری میخوردم میرفتن تو این بوته اه. من دوباره بوتش همینجور تیر در تاریکی میزدن که بخوره بهش بچه ها اینجور جا اینه من ناکنین نه که مثلا انیمی رو نمیبینین دیگه نشه تیر نزنین بزنین مثلا فرضی بزنین مثلا من شاد یکی از اون شاتر میکنم داشت بخوره طرف بمیره چون از این کارا من خیلی کردم خب این از این بریم ناک که این واقعا قشنگ آخر بازی دیدی چقدر زیبا نواختم واقعا دیلینگ دیلینگ انمی رو دیدی داداش اگه دیلینگ دیلینگ انمی این دیلینگ دیلینگ کشنی دیدی خب برو سریعا لایک رو بکن واقعا به داشتون میرسه بریم برای 60000 تا بچه ها 60000 تا این شدیم
واقعا اشقای داشته می بچه. اینجا این نکته سریع بهتون میگم، نکنید اونجا میتونه منو والبنگ کنه، اگه بخوای پشت این جعبه دیگه والبنگ نمیشی. خب من سریع بهتون زدم، سریع پریدم این ورکشی منو والبنگ نکنه. خب همش دارم تکون میخورم که والبنگ نشم. خب ولی یه دونه تیر کلا میخوام خطری ایران کن، از این گوشه دارم حواسم بهش هست که نیاد، یهو میپرم این ور اینو میگیریم روش. وا هدشات واقعا زیبا نواختی، هدشات ها واقعا بهت میرسن. گفتم بچه هدشات خیلی دوست دارم، سعی کنید هدش ببینید نکنید، اگه ایمتون خوب شده نه. الان دیگه من چیزی که دارم میبینم بچه واقعا الان عاشق سرورم، الان با پلیرهای سرورم حال میکنم واقعا، اصلا با کلاس سرورم، یعنی مثلا الان پارکر همه پشماشون ریخته میگم بابا یه سرور از سرور جهنمیه، سرور کیه؟ سرور خودمونه. واقعا بنازم اصلا با سرور خودمون جدیدن خیلی حال میکنم، چون با اینکه پلیر مثلا تاکسیک همه جا هست، پلیری که بچسبه یاراش شما سرور اروپا من رفتم بازی کردم بچا. اینجا بچا یه لحظه نکنید موومنت هم بکوس بچا، میخوام ببینید موومنتتون خوب شده اینجوری بفهمید، هر جایی باید بتونید موومنت دقیقو بزنید. مثلا من اینجا توی راپل جای باری دقیقاً موومنت معکوسو زدم اومدم بیرون. این یعنی چی؟ یعنی دیگه من موومنت هم دیگه راه افتاده. اگه میخواین ببینید موومنتتون خوبه، موومنت خودتون رو بسنجین اینجوری. یه بارم بهتون گفتم مثلا یه در رو داشته باشین، چند بار توش موومنت چپ و راست بزنین برید دره، اونجا میفهمین که موومنتتون چقدر چندین. اگه از 10 بار رفتین تو دیگه موومنتتون خیلی خوب شده. این از ایناش چی گفته؟ آها سرور بچو، سرور اروپا من رفتم خیلی از سرور خودمون تاکسیک ترن، همه اسنایپر و کمپر، واقعا 80% اسنایپر و کمپر مثل پابجی بازی میکنن، اصلا انگار اومدن پابجی. واقعا میگم شما برین اصلا پشماتون میریزه، اونجا شاتگان اصلا نمیکشه، اصلا نمی شاتگان بکشی میگن تو مثلا تاکسیکی بهت، مثلا چجوری اینجا مثلا ما جک تویل میکشه انمی فشاری میشیم، اونجا شاتگان میکشی انمی جک فشاری میشیم. خیلی جالب سرورشون. این از این چیز دیگه میخواستم بهتون میگم، خدایا چی میخواستم بهتون میگم خدای در مورد آها سرور اون بچه، واقعا الان من میتونم بهش ببالم، ولی یه سری حرکات هست که دیگه الان مثلا لول سرورمون مثلا از 10 بکنیم مثلا 6-7 یه چند لول باید این چیزه رو ببریم بالاتر. مثلا یکی از اون چیزایی که دوست دارم ببینم این پلیر رو انجام میدن هدشات زدنه. الان دیگه وقتشه، الان ایماتون خوب شده، الان دیگه بچه هدشات رو تمرین کنیم، چون هدشات جوابه. مثلا میگم تو انمی پرید پشت تو آلکاتراس، خب پلید نداره، انمی پلید داره، اونجا هدشات نزدی میمیری، امکان مردن خیلی زیاده. خب سر همین مثلا اونجا باید یه موومنت بزنی بگیری رو سر، اگه بگیری رو بدن امکان مردن خیلی زیاده، ولی هدشات بزنی امکان زنده موندنت هست. سر همین هدشاتو بنوازید، هدشاتو تمرین کنید، هیچ تمرینش هم هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بدید. یه آموزش هدشات من خودم قبلا گذاشتم براتون، نگاه سریع تا تیرم تموم شد رفتم زیر اینجا. نگاه بچه اینجا مغزه بازی، کلاس ریفیتر دارم یه پلیت بر خودم میزنم سریع، کلاسم هر چیز دیگه ای بود پلیت، این پلیت کینتیکر رو نمیزنم، یه پلیت سیام میزنم. سر همین نسبت به کلاستون بازی کنید، این همیشه داشته باشید. من مثلا میگم دیگه یه قسمتی از ذهنتون همیشه کلاستون باشه، بدونید با چی. مثلا کلاس دفندر همیشه راشای خرکی تو محیط های باز خیلی خوب میتونه بازی کنه. مثلا میاد تو محیط باز، خب یهو انمی هم میاد جلوش شاخ بازی، چون پلیرا اینجوریه هم ببینن این نفر مثلا داره میخواد بزنهشون تو محیط باز، میرن روش. خب سریع دفندر میزنید تو صورت طرف، مثلا برای محیط باز خوبه، ولی مثلا میگم یه کلاسی مثل این خب تو محیط باز اصلا خوب نیست، چون یه دونه دفندر میزنن تو صورت تو، شاتگان میکنن تو چشمت. خب بریم ببینیم که این بات گیرگوت، باه 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 باه، بریم که این گیم هم واقعا زیبا نواختن. یه دونه اسکیس، این اسکیس فکر کنم اسکیس مولتی بود، آره این اسکیس مولتی، من چه گذاشتم اینجا یادم نیست، ولی اسکیس مولتی هم آره، من 90% مولتی هم. این کسپی بچه مولتی هم بگیر، این هم کسپی مولتی بود، دقت نکردم اینو بچه اتشمنتش اگه 5 میلو اینا خودتون دیگه اتشمنت ها رو دیگه خوب میشناسین دیگه، دقت کنید مولتی بود یا نه. خب اینجا بچه اونجاست که ناکنید به تو هدشات زیبایی زنم، اینجا اونجاست که گفتم گستاش میشم جدیدن، گانم علکی عوض کرد، رفت رو شاتگان، نمیرفت رو شاتگان، یه دونه تیرم از طرف نمیخوردم، دمیج علکی به خاطر گستاش خوردم. اگه گستاش نمیشد، گستاش رو یه توضیح بهتون دادم دیگه، صفحتون علکی خودش برای خودش تکون میزنه. مثلا اینجا من اینجوری شدم علکی رفتم رو شات، مثلا من میخواستم تیر بزنم ولی چون برام شد مثلا رد بیام دیگه ندارم. خب اینجا بچه‌ها نکنین، میگم از فضاهای کوچیک استفاده کنین برای زدن انمی، واقعا سخت. مثلا از اون کنج داشون میید انمی رو نواخی دونه تیرم نخورد، واقعا سخت، واقعا سخت. به این جلوتر ببینیم آیا این گیم پلی دوغش در چه حده. از 10 بچه‌ها، از 10 به این به دوغ این گیم پلی چند میدیم؟ واقعا
ناخوین از این درز مرزا داشتم میزنه اون یارو دیروزی هم که آوردن اون یارو فن من اونم اونجوری میزنه مادر جان پست گشت هم پر لوگ سگ شیرم خوننه بچه واقعا بد و بیرا گفتن داریم تا بد و بیرا گفتن مثلا این بعضی اصلا از ته دل میگن یعنی مثلا قشنگ معلوم بود فشارش رو هزاره یعنی اونجا بودی قشنگ سری کمربند رو در میآورد علی میزد شروع کردین دوئل ولی بعضی پلیر ها مثلا از ته دل نمیگن اینجا بعضی دوباره این همونه دوباره زدمش واقعا موومنت زیبایی زدم واقعا سهل زیبا نوازی شد دوک خوردگی شد خب ناخوین برشی من از اینجور جاها انمی ها رو سعی میکنم بزنن ناخوین اینا یه دونه که نیستن مخصوصا تو آلکاتریز وقتی فشاری میشن اینا میچسبن به هم دیگه دونه دونه آمار هم دیگه رو میدن دونه دونه میان تو اینو بزنی 3 ثانیه بعدش انمی میاد 3 ثانیه بعدش یکی دیگه میاد سر همین نمیشه اینا رفت تو محیط باز به این راحتی ها زد به خاطر اینه که من سعی میکنم این کن اونجا انمی ها رو بزنم سر اینه مثلا چرا چون که پلیت پر نمیشه تو اکتیویژن دیگه پلیت تو تا میزنی قشنگ یه روب میکشه قبلا که اصلا دیگه نمیشه قبلا آدرنالین قشنگ یک ساعت میکشه تا پر بشه سر همین آلکاتریز دیگه تو انمی میزنی 2 ثانیه بعدش انمی بالا کلته تا تو پلیت رو بزنی ریلود کنی انمی زده سر اینه که باید بری یه جایی که انمی نه اینو بچه نمیدونم میاد این اینو دیدی از کجا اومد واقعا پشمام یا کجا اومد پشمام کو پشمام کو آها اینجا مهمه بچه اینجا اومدن بیرون خط طرف نمیشه گفت خط گیری نگاه که میرم طرف از کدوم در و پنجره میاد بیرون طرف اومد تو دل داشون میاد اصلا صدا پا داداش میگیری اصلا هدفون داری ولی به نظرم پلیر خوبی بود چون یه موومنت سری رو اون وری زد دیدم اونو بریم ایدرا نکنی ایدرا قش اول و اول پلیرای رو ایدراپو میزنی بعد میری ایدرا اینو هزار بار این چند تا هدف دادم بهش میزنی که نواخته بشه بچه وقتی پرک این یارو اسم پرک چیه پرک لانگ رنج رو برمیدارین لژندری شو یا اپیکش رو خب فقط برید هدشات بعضی گونا که دیگه این مثلا کی ان خیلی هدشاتش جوابه کی ان هدشاتش میخوره یا مثلا چی اسمش اون کی گونا که الان دستم قبل این چی بود کیلو کیلو رو هدشاتش بچه‌ها میخوره این چند تا گام بچه‌ها واقعا هدشاتشون گادن حواستون این چند تا گام باشه الان میرین جلوتر نکنین هدشات میزنم 63 تا 63 تا دمیج میخوره انمی پاره میشه یعنی واقعا آره ببین جلوتر نکنین چون مولتی پلای میکنه دیگه بعضی از همه گانا بچا دمیجشون با چیز با پرک لانگ رنج اینجوری زیاد نمیشه بعضی گانا اینجوریه با بعضی اتچمنت های خاص مثلا این یه گانا اینجوریه نکن اینجا نمیزنه میزنه نکن 63 تا دید رفت دید چند تا 4 تا 63 تا رفت چه 4 تا یا 3 تا و 3 6 تا 18 تا یعنی من 3 تا تیرم با این فایر ریت که این خیلی بالاست سه تا تیرم بچا 3 6 تا 18 تا 200 تا 3 تا 63 تا بود دیگه آره 200 تا دمیج دادم با 3 تا تیر مگه شاتگان یعنی دمیجتون واقعا میشه مثل شاتگان اگه بخوای با 3 تا تیر با اون فاصله چیز کنی 200 تا دمیج واقعا توی مثلا 3 تا تیر خیلی بلاسن فقط این میکنم بگم برای این میگم برین هد شات بزنید هد شات یاد بگیرید آموزش شو این بار صدام گذاشتن توی کانال ما بگیرین همون فکر کنم سرچ کوین اومی 6 هدشات فکر کنم بیاد ولی اول این ویدیو رو تا ته ببینید چون هنوز اسکوادای فشاری داریم میخوام برم کیل افکتشو بهتون نشون بدم خیلی گان خوشگلیه هنوز داریم به اون اسکواده که گفتم بهتون میخورم که همشون جک تویل کشیدن فشاری حالا بهتون یاد میدم چه جوری بچه‌ها فقط اسکوادای فشاری رو بزنید یعنی کسایی که فقط جک تویل میکنه اسکواد فقط جک تویل و اون شاتگان چی پشت سر هم میزنه خودم جدید بهتون دادم اونم خیلی قوی شده بچه‌ها اون استفاده کنین کاش که اتچمنت رو بهتون میدادم اون یه گانیه که خیلی گان قدیمیه بعد حال میده باش بازی کنی مثلا جک تویل جدیده مثلا به داغ شومه نمیدونی چه اسم جک تویل نه اینجوری که بگی ولی این گان نیست قدیمیه اون گان قدیمیه است تونتون میزنی در در اینجوری میزنه شات کنه فکر کنم اسمش چیه خود نه اسمش اچ اس فکر کنم مثلا ما اچ اس این اچ اس خودمون اچ اس صرف چنده اون یه اچ اس با یه عدد دیگه است های گراند هم گرفته چند تا موو میزنیم که ما بریم های گراند خطشو بگیریم ببینیم چیکار میکنیم برو داشون برو که به تو میرسه ببینم تا حالا اسکوادش رو زدیم والدی فقط این مونده اون یکیشو بچا نمیدونم چرا نرف اون یکیشونو بلند کنه من فقط تجربه اینجاست نمیدونم تیز کرده بود منو بزنه میخواست مثلا سولس تکی منو بزنه نمیدونم چرا نرف یارشو بلند کنه اینجا قشنگ نفهمیدم به هر حال اینو نید میندازیم خودمون رو نشون نمیدیم اینجا یه اشتباه کرد بچا اما اشتباه اصلا برای تو چرا میپری تو محیط باز میتونست از این و از این زیر بیاد که من نتونم بزنمش بر
بریم بچه ها نگاه کن اینجا بچه ها من نمیدونستم اینو جک توردن این اولی اینو من با اون شاتگان جدید زد نخواهیم با این شاتگان نه قشنگ قدیمیه رفتیم جلوتر دیدم اینا سگ آوردن شاتگان آوردن جک تورد شاتگان اون چیزها اونی که خرکی میزنه بچه اون بعض موقع از جک تورد من بدتر میزنه حواستون اون گانه باشه اونو آوردن جک تورد آوردن همش یعنی منو یا سگ میخورد یا جک تول میزد دیگه فشار رفت سر هزار اینجا بچه جک تول دست این دیدم دیگه فهمیدم وضعیت از چه قرار گفتم سوار میبه بچه اون یارو چه موشک ها جدیدن فهمیدن بهشون میگن سوار اونو میزنی بچه تون تون موشک میخورد تو کله انمی ها اونو گفتم میزن نخون این دوباره من با این شاد رو زد اینجا دیگه فشار رفت سر 10,000 تا گفتم چپ و راست دیگه فرنلی آرسی و چی اسمش شاک آرسی و همه تون الان میزن تو کباب میکنم بذار بداشون بچه ها الان همین الان این ویدیو رو بزنم میرم بیرون میدوام بگو چرا داشوین میخواست سر حال میدوام ورزشو میام میکنم باشگاه رو میرم میام اونجا که چهارشنبه پنجشنبه دیگه کانال دومو زدیم نامنظم و قشنگ سر حال باشه نامنظم باید ردیف باشه نمیشه که اینجوری نامنظم بی انرژی سر حال مثل یک گرگ براتون مثل یک گرگ براتون نامنظم میدنم بریم که آه چند تا چیز بچه ها جک تول وقتی جک انمی میاد اینگاه این آموزشی داشته باشه اگه انمی فشاری جک تول کشیده خب یک فاصله را رعایت کنه دو سعی کن بری کنجای نقشه اینجا ناکن وسط دوتا جک تولوی ناکن چجوری خوردمشون واقعا دوق واقعا سر حرفی ندارم جک تولوی ها رو بری وسطشون بخوریشون واقعا یه روزگار آخه این شما هیپ فایر بچه این اینو اینا بهتون یاد بدم هیپ فایر به اینایی که جک تور میکشن زیاد بزنید موومنت هیپ فایر خیال نکنید چون که مولتی پلیر ها اون جک میگن سوم رو زدن کبوت شدن خیال نکنید آخه من چقدر هیپ فایر میزنم چون خیال نکنید چون که اینا جک تور و دیگه ای دی اس شون با دیگه نه هیپ فایر تو میتونید اینا رو بچه هیپ فایر بزنید چون که مولتی هم هست هیپ فایر نزنید نه مولتی هم هیپ فایر واقعا بزنید هیپ فایر جوابه این فاصلهش دیگه تو بعضی فاصله ها جوابه مثلا ببینید دیگه من تو بعضی فاصله ها باش جک تول برمیزنم میکنم کاور رو میگیری جلوی جک تول بچه ها توی مولتی مخصوص توی مولتی اصلا نگاهت میکنه مردی جک تول خب یکی کاورتون رو داشته باشین یکی که یکم سیفتر بازی کنین یکی که راش های صورتی ندید مثلا آقای من اینجا قشن نگاه هدگریچه ها رو میگیرم قشنگ محیط باز وای میسم نمیرم نزدیک نگاه اینجا اونجا نکن اون چیزایی که نمیدونم بهش میگن هارد پوینت بهش میگن اون هارد پوینت رو گرفته بودن یه دونه از این آتیشا این جدیدن بچه داره مونتون خوب میشه دارم جدیدن کبودشون میکنم صدقه بچه شما آموزش بهم دادید گفتید داشتم اون برقه رو بردار همشون این آرسیه رو بردار همشون کبود میکنه اینکه آرسیه گفتین اینکه این چی اسمش سورمو گفتین داشتم بردار خیلی جوابه من برق میذارم انمی انمی اصلا فشار میخوره لذت میبرم ناخو واقعا ببین چه فشاری دارم میدم این جکتوریو چپ و راست براقو این اومد داشت میدو بزن اینجا زیبا دو بچه کیل افکتش چطوره بنا من کیل افکتش خیلی حال میکنم بعد ریلود که میکنی خب صدای اینگاه انگار که میشکنه میشنوی بذار من حرف نزنم که ریلود کنم سوان زد میبینی میشکنه بی تخ میشکنه ریلود خیلی با ریلودش حال میکنم ریلود سطحی داره و ای میشن تمیزه اینجا ناکن دوباره هنگامش آبا خدا اصلا نزدیک بود بشن بچه واقعا مردی خیلی سخته من که موومنت خرکی بزنی یعنی حواست جمع باشه شیش دون یه موو اساس خیلی سخته جلوی شاتگان نمیری وا جلوی اون شاتگان اونها همشون بردارن یکیشون برم ببین واقعا داشمون میخواد کبودتون کنه بیام یا اینکه یک دید ناخون واقعا زیبا نواختی پرو جلو تر داشمون ریلودش اصلا ریلود که میکنه من بات های گرگ از ناکجا آباد ظاهر میشن اصلا نمیشه میزنن اصلا صدا تیرش میاد مردی به خدا بچه شما اینجوری اینو خدای من بگی یا من فقط اینجوری بدبختم یا شما اینجوری باتای مولتی اینجا موازی یزیدار رو نکن باتای مولتی میبیننت مردی از تقشون میاد مردی نکن نگاه سگشو نگاه سگ وای بچه این سگا هیچ کارش نمیشه کرد من خیلی از سگ فشار میخورن توی مولتی سال یه دو دست میدن براتون گیم پلی بگیرم سگا فارم میکنن اگه راه حلی برای این سگا بلدی میدونی این سگا رو میشه قلاده ای زد کارش میشه کرد فشارم میدن این سگا واقعا میخوام این میکروفون رو بزنن دیوار بشه هزار تیکه ای دلم نمیاد چون میکروفون واقعا نوازنده است یک دو سه محمد به قول تطبیق یک دو هشت سه خب بریم جوتا خب بذاریم ببینم چه خبره نکن بردیم بازی بچه ها
واقعا اصلا این MVP کی شده؟ MVP خود شده داشت امید MVPه به نازم. مرسی که بچه ها ویدیو رو دیدین، عاشقتون، لایک ویدیو، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، بای بای.